سلام های بهنود روزنامه های 18 بهمن داره نشون میده که فضا داره به دولت باز... بختیار خیلی تنگتر میشه همینطورم هم بود به شدت این اتفاق افتاده بود حتی بیشتر از اون چیزی که روزنامه دارن میگن انگار یه سرسل مذاکراتی بود که شب پیش شکست خورده بود و اوضاع کاملا به زیان بختیار اتفاق افتاده بود تصویری که در روز 19 راجع به روز 18 هم چون صبح در میامد دارید میبینید که بیشتر حرف مهندس بازرگانه و اگر هم حرفی را جای بختیار هست باز از زبان مهندس بازرگان و به حال جنای مذهبی است یه چیز جالب هم تیتریه که زده بازرگان در پی ایجاد جمهوری اسلامی دموکراتیک است خیلی جمله مهمی است این رو بازرگان به دنبال این گفت که نیروهای ملی سیاسی شروع کردن با او وارد گفتگو شدن که جمهوری اسلامی خیلی بازه خیلی قابل تصویر و این حکومت به مطلقه روحانیت خواهد شده از این حرفا وقتی این حرفا پیش اومد بازگان تق معمول اومدش که این به موازنه برقرار کنه این حرفو زد که جمهوری اسلامی دموکراتیک هم نظر آقای خمینی هم انجام شد و هم نظر گروه های ملی ولی واکنش بعدی آقای خمینی آنچنان که میدونید این بودش که یک کلمه نکم نبیش جمهوری اسلامی بریم روزنامه کیهان رو ببینیم از مذاکرات پشت پرده درباره سرنوشت شاه داره میگه برای بله. این خبر بیشتر به نظر میرسه که به یه خبر احساسی است چون در اون شرایط انقدر مذاکرات خیلی جدی تری وجود داشت که اون پشت بین مهندس بازرگان و ارتشی ها دیگران اتصال پیدا شده بود بین مهندس و آقای ارتش بود فردوس و اتفاقات مهمی داشت در این روز میافتاد که طبیعتا روزنامه های اون موقع نمیتونست از همه اون پشت خبر داشته باشن ولی به هر حال بله این مذاکرات به اینجا رسیده بود یعنی دیگه همه داشتن با شاه خدافسی میکردن این صفحه پر تیترای جالبه از جمله اینکه میگه سرهنگ ارتش ترور شد جالب مقصود تو نبود در که بله در جای مختلف شهر این مال رضایی است این خبر دل. ولی حتی در تهران در اون روزا پیش میاد انقدر تکرار میشد که در حقیقت نمیومد صفحه و روزنامه من تعجب میکنم که آن در این روز این یکی رو ورده سفر فکر کنم فضا اینقدر متشنج بوده که از آیت الله طالقانی هم داره نقل میکنه که مردم رو تهدید به قتل و آتش سوزی نکنید یعنی مذاکرات اون پشت بیشتر امید میداد به کسایی که میخواستن مثل بازرگان و طالقانی که داره ماجرا بدون خونریزی تموم میشه بریم اطلاعات رو ببینیم که داره خبر میده از نام دوازده عضو کابینه انقلابی در اطلاعات مثل که منتشر کرده بله اطلاعات یک خبر دیگه زده به های دیگه و همین خبر که میگید خبر مهمی هست و میشه گفت نسبت به بقیه روزنامه ها از بقیه ذره دقیق تره جلوتر هم هست گویا بله. این پایین هم داره میگه که چهل و چهار نماینده مجلس استفا کردن بریم مجله تهران مصور رو ببینیم بله ببینیم این تصویر در حقیقت اوضای اون روزه داره میگه اون بالا یه عکس کوچیکی هست که نشون میده اونجا مردم اومدن گفتن شاه رفت روزنامه شاه رفت دستشون بود این پایین یه تفاوتی داره و اون اینکه اینجا سروازه الان توی اون مجالا فکر کنم که, که اینجا در این عکس که واضح تر دارید میبینید که ارتش است که الان نشونش میدیم که تصویر آقای خمینی در دست گرفته تو خیابون یعنی ارتشی که ظاهرا آمده بود برای مقابله با همین جریان ولی عملا جس شده یه مطلبی هست داخل شمارش مرکوس آغاز شده وضع دولت بختیار جمله آخرش برای من جالب بود که میگه وقتی مخالفان چنین آشتی ناپذیر و غیر قابل منتظر چه موجزه ای بله این, این وضعیت دولت, دولت آقای بختیار داره توضیح میده یکی از دلایل نوشتن چنین مقاله هم این بودش که وقتی در این روز در هیچ ده هم برای آخرین بار دکتر بختیار دیدم یعنی در محل نخست زیبی. دیدم که البته بعد از اون دیگه هرگز ندیدم در اونجا صحنه بسیار غم بود به خاطر اینکه فضای آشفته ای بود و کسی به کسی نبود در اونجا بیشتر وزرا اونجا سرگردون بودن چون تو وزارت خونهشون راه نداده بودن اونها رو و از همه مهمتر اینکه در چند قدمی بختیار کارکنان خود نخست وزیری تو محوته بودن و اونجا داشتن چهار میدادن به نفع خمینی یعنی دیگه در نزدیکی گوش او بو اومده بودن گرچه او همچنان قصد داشت مقاومت کنه و دنبال راه حل میگشت ولی قابل تصور بود که نه کسی به بازیش نمیگیره یک چیزی هم آوردیم از جنبش وحدت کلمه رمز پیروزی است برای این تصویر خوبی است از گروه های ملی و حتی نیروهای چپ در این شرایطی که بودیم یک شعار همه پیدا کرده بودند نیروهای چپ و نیروهای ملی که عبارت از این بودش که بذارید شرایط رد شه و قطعی بشه رفتن حکومت سابق همه مسائل حل میکنیم بنابراین الان وحدت کلمه را دست ندیم این وحدت کلمه را دست ندیم در عمل به معنی این بود یا شد که به نفع کسایی که تو خیابونند همه از خواستای خودشون دست بردارن یا کوتا بیان یا فعلا دست بردارن این عملا به معنی پیروزی جناهای آقای خمینی بود یعنی وحدت رو رمز پیروزی بدونیم حتی کسایی که بلا فاصله گرفته شدند کشته شدند یا از اول مخالفت چون با جمهوری اسلامی ثابت شده بود هم همین شعاره می دادن ممنون آقای بهنود برمیگردیم فردا و این فضای پر از هرج و مرج اون روزها رو دوباره یه نگاهی می‌کنیم